درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. دوستانی که تازه به جمع ما پیوستند، ضمن ابراز خرسندی از همراهی شما عزیزان، پیشنهاد میشه حتما افسانه چمروش که در قسمت پلیلیست و پادکست همین کانال موجود است رو گوش کنید. افسانه زیبای 68 قسمتی چمروش اسراری از ایران باستان رو برای شما فاش میکنه که مطمئنم از این داستان زیبا لذت خواهید برد. در روزگاران کهن پادشاهی زندگی میکرد که پسری به نام جمال داشت. یکی از روزها همسر پادشاه دچار بیماری سختی شد و فوت کرد. روزی وزرا و وکلا همگی به نزد پادشاه آمدند و گفتند پادشاه به سلامت باشد. شایسته پادشاه نیست که بدون همسر بماند. تو بایستی همسری اختیار کنی تا از فرزند تو نیز نگهداری کند. پادشاه دختر وزیر را به همسری برگزید. برای ازدواج شاه و دختر وزیر 7 شبانه روز جشن گرفته شد. روزها یکی پس از دیگری سپری شد و پسر پادشاه به سن 15 سالگی رسید. آنچنان زیبا و خوشقیافه شد که چشم از تماشای او سیر نمی شد و نگاه هر بیننده را خیره می ساخت. چنین بود که همسر جدید پادشاه یک دل نه صد دل عاشق جمال شد. عنان اختیار از کف داد و روزی راز خود را در خلوت با جمال فاش ساخت. گفت تاب و توان دوری از تو را ندارم و دست از طلب بر نمی دارم تا کام دل مرا برآورده سازی. از تعجب مو بر تن جمال راست شد و گفت چه می گویی؟ مگر ممکن است زنی عاشق پسر خود شود؟ شیطان بر وجود تو غلبه یافته. باید از این خواست خود دست برداری و توبه کنی. زن پادشاه گفت حتی تا پایان زندگیم هم شده باید به وصال تو برسم. هرچه جمال بیش گفت زن پادشاه کم شنید. سرانجام جمال تصمیم گرفت از او دوری کند. نامادری از این کار او عصبانی شد و با خود گفت باشد، یا خواسته مرا اجابت می کنی یا اینکه زندگی خود را در این راه از دست خواهی داد. چند روز دیگر سپری شد. زن پادشاه بار دیگر جمال را دید و گفت حالا چه میگویی؟ خواسته مرا برآورده میکنی؟ جمال گفت مگر عقلت را از دست داده ای؟ تو مادر من هستی، چنین چیزی ممکن نیست. زن گفت من این حرفها را نمیفهمم، باید به وصال تو برسم. جمال با عصبانیت از زن پادشاه جدا شد. آتش خشم در دل نامادری شعله کشید و با خود گفت حالا ببین چطور زندگیت را از تو خواهم گرفت. غروب فرا رسید و پادشاه پس از فراغت از کارهای روزانه به اتاق نشیمن نزد همسرش آمد. زن به پادشاه گفت فرزندمان جمال خیلی پرخوری می کند. پادشاه گفت باشد، بگذار هر چقدر می خواهد بخورد. دارایی دنیا در اختیار ماست. زن گفت چرا متوجه نمی شوی؟ او نیت بدی دارد. پادشاه گفت من معنی حرفای تو را نمی فهمم. زن باز تکرار کرد نیت بدی دارد. پادشاه در پاسخ همسرش گفت آنچه در دل داری بر من آشکار کن. چرا حرف خود را صریح نمی گویی؟ زن گفت کسی که نیت بدی داشته باشد باعث مرگ پدر و مادر خود خواهد شد. چندی پیش مادرش فوت کرد. حالا نوبت توست. باید چاره‌ای بیاندیشی. پادشاه که شخص ساده لوحی بود با شنیدن این سخنان ترس بر او چیره شد. پرسید چه کنم تا این بلا رفع شود؟ زن که اندیشه انتقام جویی رهایش نمی کرد با خونسردی گفت هیچ، باید فوراً دستور بدهی پسرت را گردن بزنند. پادشاه پذیرفت. لباس سرخی پوشید و بر تخت نشست و فرمان داد تا پسرش جمال را در دم گردن بزنند. میرغضب‌های دربار جمال را در برابر چوبه دار حاضر کردند. حالا بشنوید از وزیر هوشیار و عادلی که در خدمت پادشاه بود. وزیر که دید پادشاه فرمان اعدام فرزند خود را صادر کرده است گفت پادشاه ها، اگر این تصمیم را به ناحق گرفته باشی از کار خود پشیمان خواهی شد. گناه فرزند را بر من ببخش و او را به دیار دیگری تبعید کن.
حتما شنیده ای که گفتند از دل برود هر آنچه از دیده برفت. اگر به اعدام او امر کنی این کار داغی بر دل تو خواهد نهاد. اما جدایی نیز برادر مرگ است. پادشاه پس از شنیدن سخنان وزیر از اعدام پسر خود صرف نظر کرد و دستور داد جمال را در جنگل دوردستی رها کردند. جمال رفت و رفت تا به منزل تاجری رسید و گفت گرسنه‌ام، کمی نان به من بدهید، خدا عوضتان بدهد. همسر تاجر که زن بسیار مهربانی بود با دیدن زیبایی جمال شیفته او شد. به شوهرش گفت ای مرد، از این پسر غریب بپرس کیست؟ تاجر پرسید فرزند، تو کیستی و از کجا میایی؟ پسر گفت سرگردانم، مرا به نوکری خود میپذیرید؟ زن تاجر به همسر خود گفت ای مرد، ما فرزندی نداریم، او را به فرزندی بپذیریم که جوان آبرومند و زیبایی است. تاجر قبول کرد و جمال را به فرزندی پذیرفتند. جمال نزد آنها ماند. تاجر و همسرش او را خیلی دوست می داشتند و با مهربانی از او مراقبت می کردند. روزها و ماها گذشت. روزی تاجر عزم سفر کرد. زن تاجر به جمال گفت فرزند، از روزی که به خانه ما آمده ای اتاقهای خانه ما را هنوز خوب ندیده ای. برخیز تا گشتی در خانه بزنیم تا همه ی اشیا و وسایل خانه را خوب بشناسی. شاید کسی چیزی از تو خواست، باید جای آن را بدانی. آخر تو فرزند ما هستی و باید از همه چیزها خبر داشته باشی. زن تاجر به همراه جمال شروع کردند به وارسی اتاقها. در اولین اتاق را که گشودند جمال دید آنجا مملو از ظروف گوناگون است. دومین اتاق پر از جواهر آلات بود و همین طور تا به 39 اتاق رسیدند. این اتاق پر از لعل و طلا و در و جواهر بود. جمال مبهوت ماند، زیرا میپنداشت که در خزانه ی هیچ پادشاهی اینقدر جواهرات گران قیمت یافت نمیشود. جمال دید که در 40 اتاق را 3 قفل کردند. به مادرش گفت می توانم این اتاق را هم ببینم؟ مادر گفت این اتاق خالی است. جمال با تعجب پرسید پس چرا 3 بر آن زدند؟ مادر بی اراده تکرار کرد اتاق خالی است. هرچه جمال خواهش و تمنا کرد همسر تاجر در 40 اتاق را به روی او نگشود و این امر موجب ناراحتیش شد. با خود فکر میکرد اگر اتاق خالی است چرا با این همه دقت 3 بر آن زدند؟ فکر این اتاق ظاهراً خالی همواره او را آزار میداد، به حدی که از شدت ناراحتی به بستر بیماری افتاد. همه ی حکیم باشی ها را بر بالین او آوردند، اما مداوای هیچ کدام اثری نبخشید. سرانجام مادرش از او پرسید پسرم، شاید خودت علت این همه ناراحتی خود را بدانی، شاید گرفتار آتش عشق شده ای. جمال گفت فکر آن اتاق خالی مرا چنین ناخوش کرده است. مادر گفت خب برخیز تا آن اتاق را به تو نشان بدهم. جمال با شنیدن این حرف چنان از جا برخاست که انگار اصلا بیمار نبوده است. با هم به آن اتاق نزدیک شدند. مادر در اتاق را گشود. جمال نگاهی به داخل انداخت و دید اتاق واقعا خالی است. همه جای اتاق را وارسی کرد اما چیزی در آن نیافت. با شگفتی از مادر پرسید پس چرا در اتاق خالی را قفل کردید؟ چه سری در کار است؟ مادرش گفت فرزندم، جمال، پدرت در این اتاق می خوابد. جمال گفت نه، باور نمی کنم. مگر می شود باور کرد پدرم با این همه دارایی و این همه اتاقهای پر شبها در یک اتاق خالی روی زمین بخوابد؟ مادر که فهمید نمی تواند چیزی را از او پنهان کند گفت خب پسر، آن بالا را نگاه کن. جمال نگاهی به آن سو انداخت. دید تابلوی از آن بالا آویزان است که پارچه‌ای بر روی آن کشیدند. پارچه را به کناری زد و از دیدن تصویر دختر زیبایی که بر آن نقش بسته بود مبهوت ماند. پرسید او کیست؟ مادر گفت پسرم، پدر تو عاشق این دختر است. مدت‌ها در جستجویش بود اما اثری از او نیافت.
حالا روزی سه بار در این اتاق را باز می کند تا این تصویر را تماشا کند. جمال یک دل نه صد دل عاشق آن دختر شد. به مادرش گفت من باید به جستجوی این دختر بروم. مادر گفت فرزند، این کار از عهده تو ساخته نیست. پدر تاجر تو با همراهان بسیار به دنبال آن دختر رفت، اما ناموفق برگشت. هرچه مادر گفت، فرزند نشنیده گرفت، تا اینکه سرانجام مادرش به این کار رضایت داد. از 39 اتاق خورجینی مملو از لعل و جواهر برداشت، به جمال داد و گفت این خورجین را هم همراه خود ببر. نام آن دختر ملک خاتون است. این را از پدرت شنیدم. پسر اسبی از استبل بیرون آورد تا راه سفر در پیش گیرد. در همین هنگام پدرش از راه رسید و گفت فرزند، عزمه کجا داری؟ جمال گفت پدر، به جستجوی ملک خاتون می روم. پدرش گفت فرزند، بیهوده آب در هاون نکوب. پهلوانان و شاهزادگان بسیاری از سراسر دنیا به جستجوی این دختر رفتند، اما نتوانستند او را همراه خود بیاورند. با این وضع کاری از تو ساخته نیست. جمال گفت پدر، به هر حال این کار بی‌ضرر است. اگر من نتوانستم او را همراه خود بیاورم، به تنهایی باز خواهم گشت. تاجر در دل گفت بگذار برود، شاید ملک خاتون را همراه خود بیاورد. اگر او را آورد در خدمت من خواهد بود، اگر هم نتوانست که هیچ. شش شاهی پول به پسرش داد و گفت برو به سلامت، این پول را نیز با خود ببر تا خرج سفر تو باشد. تاجر نامه ای نوشت و به پسر داد و گفت فرزندم، اسبی که بر آن سوار شده ای خود راه را خواهد یافت. او تو را نزد برادر خواندم که پادشاه است خواهد برد. پادشاه با دیدن اسب گمان خواهد برد تو اسب را دزدیده ای، اما این نامه را همراه خود ببر تا به اون نشان بدهی. جمال کاغذ را از پدرش گرفت و در جیب نهاد. تازیانه‌ای به اسب زد و اسب به راه افتاد و او را به کاخ پادشاه رساند. در همین حین پادشاه مشغول تماشای مناظر اطراف بود که ناگاه دید اسب برادر خواندش به کاخ نزدیک می شود. سوار را نتوانست بشناسد، لیکن یقین داشت که او برادر خواندش نیست. امر کرد تا به محض پیاده شدن از اسب، جوان سوار را به حضور او بردند. جمال نامه را به حضور پادشاه تقدیم کرد. پادشاه نامه را به دقت خواند و با خنده گفت برادر تاجر من عجب آدم ابلهی است. همه ی اطرافیان خود را به خاطر آن دختر از دست داد و از پادشاهی دست شست، لیکن به وصال آن دختر نرسید. اکنون جوان نوبالغی را مأمور این کار کرده است. رو به جمال کرد و پرسید برادرم چقدر پول به تو داده است؟ جمال گفت شش شاهی. پادشاه خندید و گفت پسر، تو با شش شاهی پول هیچ کار نمیتوانی انجام دهی و نخواهی توانست با ملک خاتون ازدواج کنی. اما دختری دارم که تا کنون او را به عقد هیچ شاهزادهی در نیاوردم. در قصر من بمان و با دختر من ازدواج کن تا مالک همه دارایی و ثروت من باشی. پادشاه هرچه گفت جمال کمتر شنید. سرانجام پادشاه خورجینی مملو از لعل به جمال داد. جمال خورجین را گرفت و دانست که ملک خاتون در شهر یمن زندگی می کند. عزم سفر را جذب کرد و شب و روز راه پیمود تا سرانجام به شهر یمن به منزل پیرزنی رسید و گفت مادر، مهمانی غریبم. پیرزن گفت لحاف کهنه پاره‌ای دارم که فقط خودم از آن استفاده می کنم و وسایل پذیرایی ندارم. جمال مقداری از جواهرات را به پیرزن داد تا بتواند وسایل راحتی فراهم کند. چندی روز به همین ترتیب گذشت تا اینکه سرانجام جمال رو به سوی پیرزن کرد و گفت مادر، سوالی دارم. آیا در این شهر دختری به نام ملک خاتون زندگی می کند؟ پیرزن گفت تا به حال پهلوانان فراوانی به قصد وصال ملک خاتون به اینجا آمدند و سر خود را به باد دادند. به خود رحم کن و این موضوع را به فراموشی بسپار. چند روز دیگر گذشت.
تا اینکه باز جمال از پیرزن پرسید: مادر، سوال دیگری دارم. آیا محل اقامت ملک خاتون را می دانی؟ پیرزن به لرزه افتاد و گفت: زود از خانه من برو. اگر از محل اقامت ملک خاتون چیزی بگویم، مرا تکه تکه خواهند کرد. جمال گفت: مادر، لباسهای تو مندرسند و کفش به پا نداری. به اتفاق هم به بازار برویم تا لباس برای تو تهیه کنیم. اما باید در مقابل خانه ملک خاتون مکس کوتاهی بکنی تا من متوجه شوم. چه کاری آسان تر از این؟ پیرزن رضایت داد و به راه افتاد تا اینکه روبروی درب عمارتی مکس کوتاهی کرد و جمال متوجه شد. به بازار رفتند و خرید کردند و به خانه بازگشتند. جمال از او پرسید: مادر، پدر ملک خاتون کیست؟ پیرزن گفت: مرا گرفتار بلا نکن و از اینجا برو. جمال باز هم مقداری جواهرات به او داد و گفت: هیچ کس نخواهد فهمید که من این مطلب را از تو شنیدم. پیرزن سرانجام گفت: ملک خاتون دختر زرگر است. جمال به مغازه زرگری رفت و سلام کرد. زرگر پرسید: جوان، چه کاری از من ساخته است؟ جمال گفت: زرگر، خنجری از طلا برای من بساز، خنجری از طلای ناب، ضمناً روی خنجر هم تصویری را حکاکی کن. زرگر پرسید: کدام تصویر؟ جمال گفت: تصویر ملکه. زرگر با شنیدن این نام لل را به زمین انداخت و گفت: زود از اینجا برو. جمال گفت: علت ناراحتی تو چیست؟ حکاکی تصویر ملکه‌ای که بال دارد و میتواند پرواز کند چه اشکالی دارد؟ زرگر که متوجه شد منظور او ملکه واقعی نیست، سرانجام پذیرفت. خنجر طلایی ساخته شد و زرگر در حین اینکه مشغول تصویر سازی بر روی خنجر بود، با خود اندیشید: خب چه بهتر که تصویر دختر خود را روی خنجر حک کنم که از هر ملکه‌ای زیباتر است. آن جوان از کجا خواهد فهمید که تصویر دختر من است؟ فردای آن روز جمال به مغازه آمد و خنجر خود را آماده دید. تصویر ملک خاتون نیز بر روی آن حک شده بود. جمال خنجر را در غلاف نهاد و مجدداً آن را از غلاف بیرون کشید و به زرگر داد و گفت: به راستی این خنجر شایسته من که چوپانی بیش نیستم نیست. بهتر است این خنجر نزد تو بماند. زرگر چنین تصور می کرد که جمال پول خود را پس خواهد گرفت. لیکن جمال گفت: من این خنجر را به تو هدیه می کنم و پول خود را نیز نمی خواهم. جمال به خانه پیرزن بازگشت. زرگر نیز خنجر را نزد دختر خود برد و گفت: دخترم، این خنجر را به سفارش جوان تازه واردی ساخته بودم، لیکن او این خنجر را به من بخشید. ملکه خاتون نگاهی به خنجر انداخت و تصویر خود را بر روی آن دید. از پدرش پرسید: چرا تصویر من بر روی خنجر حک شده است؟ زرگر گفت: آن جوان از من خواست که ملکه ای را بر روی خنجر حکاکی کنم. من نیز تصویر تو را کشیدم. دختر با شنیدن این حرف بلافاصله با خود اندیشید: پس معلوم می شود که این یک بذل و بخشش معمولی نیست و آن جوان گرفتار سودای عشق است. با فرارسیدن روشنایی روز، جمال باز به نزد زرگر بازگشت و گفت: دو سکه لل به تو می دهم تا شمدانی از طلا برای من بسازی. در یک سمت شمدان تصویر ملکه و در سمت دیگر آن تصویر مرا باید بکشی و دست مرا در دستهای او قرار دهی. زرگر رضایت داد و گفت: فردا سفارش تو را حاضر خواهم کرد. جمال دو سکه لل به او داد و رفت. فردای آن روز جمال به دیدن زرگر رفت و شمدان را حاضر و آماده یافت. سکه لل دیگری به او داد و گفت: استاد، خیلی زحمت کشیده ای، این سکه را هم به تو می دهم. جمال به هر دو سمت شمدان نگاه کرد و گفت: استاد، این شمدان با ارزشتر از آن است که آن را نزد خود نگاه دارم، زیرا آدم بی سر و سامانی هستم. شمدان را به تو هدیه می دهم. زرگر شمدان را به نزد ملک خاتون آورد و گفت: دخترم، جوان ابلهی این شمدان را سفارش داده اما آن را به من بخشیده است.
دختر با این شمعدان و آن دو تصویر خواستار آن شد که جوان را دیدار کند. رو به سمت پدر کرد و گفت: پدر، بد نیست با آن جوان دوستی کنی و او را به مهمانی دعوت کنی. از طریق دوستی می توانی ثروت او را از چنگش درآوری. روز بعد زرگر و جمال با هم دیدار کردند. جمال به او گفت: قصد داشتم به سفر بروم، اما باید یک ماه دیگر در این شهر بمانم. زرگر او را به خانه خود دعوت کرد و جمال گفت: فردا به دیدار شما خواهم آمد. جمال زیباترین لباسهای خود را پوشید و به دیدار زرگر رفت. در نگاه اول نتوانست جمال را با آن لباسهای نو و فاخر بشناسد. زرگر و جمال به خانه رفتند. ملکه خاتون نیز در آن سوی پرده حرم مواظب جمال بود. منتها جمال پشت به پرده نشسته بود. ملکه خاتون سرفه‌ای کرد و جمال با شنیدن صدا رو به سوی پرده کرد و ملکه را دید. نخستین مهمانی با پذیرایی از جمال و گفتگوهای معمولی سپری شد. چند روز بعد جمال باز هم نزد زرگر رفت و گفت: باید در این محل اقامت کنم. آیا می توانی جایی برای من پیدا کنی؟ زرگر گفت: من 40 اتاق دارم و تو هر یک را که پسند کنی می توانی در آن سکونت کنی. جمال گفت: نه، در کنار خانه خود اتاقی برای من مهیا کن. حاضرم مخارج آن را تا دو برابر بپردازم. کنار خانه زرگر ساختمانی ساخته شد، چنان زیبا که قصر هیچ پادشاهی به آن زیبایی نبود. جمال وارد اتاق شد و نگاهی به اطراف انداخت. رو به بنا کرد و گفت: حیف، جای یک چیز در این اتاق خالی است. استاد بنا متوجه منظور او شد و گفت: ظرف 3 روز کارها رو به راه خواهد شد و اتاق تو خالی نخواهد بود. به محض رفتن جمال، استاد بنا مشغول کندن نقبی شد که اتاق وی را به اتاق ملکه خاتون متصل می کرد. ملکه در اتاق خود نشسته بود. به ناگاه سر و صدای شنید. در گوشه ای از اتاق نقبی ظاهر شد و استاد بنا از آن خارج شد. دختر وقتی علت این کار را جویا شد، بنا گفت: من مأمورم و معذور. ملکه ملتفت ماجرا شد و چیزی نگفت. مدتی از این واقعه گذشت. جمال که به خانه جدید آمده بود، روزی از نقب عبور کرد و خود را به اتاق ملکه رساند. ملکه با دیدن او دچار وحشت شد. جمال گفت: گرفتار سودای عشقم. ملکه نیز که از اولین دیدار خود با جمال خاطره خوشی داشت، به تدریج مهر جمال را بر دل گرفت. چنین شد که جمال و ملکه هر روز با هم دیدار می کردند، تا اینکه روزی جمال به ملکه گفت: قصد سفر دارم و تو را نیز همراه خود خواهم برد. ملکه پرسید: چطور؟ این کار باعث خواهد شد که هر دو هلاک شویم. جمال گفت: کارها را به من بسپار و نگران نباش. ملکه نیز رضایت داد. جمال گفت: من خنجری از طلا به زرگر هدیه داده بودم، آن را نزد من بیاور. جمال خنجر را برداشت و به نزد زرگر رفت. خنجر را به او نشان داد و گفت: این متعلق به دوست من است و قصد فروش آن را دارم. ببین چقدر می ارزد. زرگر با دیدن خنجر آن را شناخت و برای اینکه از جریان با خبر شود، فوراً روانه خانه شد. جمال نیز از طریق نقب زودتر از زرگر نزد ملکه رفت و خنجر را به او داد تا آن را در جای خود بگذارد. زرگر از راه رسید و از ملکه خواست تا خنجر طلایی را نزد وی ببرد. دختر نیز خنجر را به او نشان داد. زرگر شگفت زده راه بازگشت در پیش گرفت. جمال نیز خنجر را برداشت و با شتاب به مغازه رفت. زرگر وقتی به مغازه رسید، جمال و خنجر را در آنجا یافت. چند روز بعد جمال به همین ترتیب شمعدان را از ملکه گرفت و به مغازه زرگر رفت. زرگر با مشاهده شمعدان آن را شناخت و مجدداً روانه خانه شد. جمال نیز زودتر از وی خود را به خانه رساند، طوری که زرگر وقتی به خانه رسید شمعدان را در آنجا یافت. به مغازه بازگشت و جمال زودتر از وی در آنجا حاضر بود. مدتی از این واقعه گذشت.
به پیشنهاد جمال ملکه همراه او به مغازه زرگر رفت و به او گفت استاد، قصد ازدواج با این دختر را دارم. زرگر گفت مبارک باشد، جشن بزرگی برای شما برپا خواهیم کرد. لیکن با دیدن دختر ملکه را شناخت و به شدت عصبانی شد. با عجله روانه خانه شد، اما ملکه و جمال از راه نقل زودتر از وی به خانه رسیدند. طوری که وقتی زرگر به خانه رسید، ملکه را در آنجا یافت. ملکه خاتون که پدرش را مضطرب دید، علت نگرانی او را جویا شد. پدر گفت جمال قصد ازدواج با دختری را دارد که عیناً شبیه توست، طوری که من یقین داشتم خود تو را در مغازه دیدم. این کار حتما کار اجنه و شیاطین است. دختر گفت خب ممکن است آن دختر شبیه من باشد و این نباید باعث ناراحتی تو شود. زرگر باز به سمت مغازه روانه شد و ملکه نیز زودتر از وی خود را به مغازه رساند. زرگر برای برطرف ساختن شک خود باز به خانه برگشت و ملکه را در آنجا دید، تا اینکه سرانجام مطمئن شد آن دختر ملکه خاتون نیست. برای مراسم نکاح تدارک دیدند و ملکه به عقد جمال درآمد. مدتی از این واقعه گذشت تا اینکه جمال روزی به ملکه خاتون گفت محبوب من، حالا زمان آن فرا رسیده که همراه من به نزد پدرت برویم. ملکه گفت چه میگویی؟ پدرم با فهمیدن ماجرا هر دوی ما را خواهد کشت. جمال گفت نه، همه کارها با وساطت خود او صورت گرفته است. جمال و ملکه پیش زرگر رفتند. جمال به زرگر گفت من و همسرم قصد سفر داریم، برای خداحافظی از تو به اینجا آمده ایم. زرگر با دیدن ملکه باز هم شک و تردید بر دلش نشست و برای اطمینان بیشتر خواست به اتاق دخترش برود. جمال او را از این کار باز داشت و تمام ماجرا را چنان که از زبان قصه گو شنیدید از اول تا آخر برای او بازگو کرد و سرانجام گفت همه کارها نیز با رضایت تو صورت گرفته است. زرگر متوجه شد که کار از کار گذشته است و چاره این ندارد. دعای خیر بدرقه راهشان کرد و رو به جمال کرد و گفت ملکه خاتون نامزد شاهزاده این سرزمین است و من مجبورم ماجرا را برای او بازگو کنم. اما شما زود راه سفر در پیش گیرید. پس از 40 روز به نزد شاهزاده می روم و ماجرا را برای او تعریف می کنم. پس از گذشت این مدت شاهزاده نمی تواند شما را پیدا کند. به امر پادشاه لشکریانش همه نواحی اطراف را جستجو کردند، اما آن دو را نیافتند. جمال و ملکه خاتون به خانه تاجر رسیدند. تاجر با دیدن آنها بسیار خوشحال شد و گفت عالی شد، ملکه خاتون به همسری من در خواهد آمد. جمال که متوجه شد تاجر به زور هم که شده ملکه را از او خواهد گرفت، پاسی از شب گذشته همراه ملکه از خانه تاجر گریخت. صبح روز بعد تاجر به جستجوی آنها رفت. تاجر و جمال و ملکه خاتون هر سه با هم به سرزمین زادگاه جمال رسیدند. تاجر با عجله به نزد پادشاه رفت و گفت جوانی همسر مرا ربوده و اکنون در این دیار است. دستور بده تا او را دستگیر کنند و گردن بزنند تا این کار موجب عبرت دیگران شود. به امر پادشاه جمال را دستگیر کردند و به حضور او آوردند. به دستور پادشاه جمال را کنار چوبه دار بردند تا او را حلق‌آویز کنند. در همین ضمن جمال شروع به خندیدن کرد. پادشاه پرسید سبب خنده تو آن هم پای چوبه دار چیست؟ با شنیدن قضایا پادشاه فهمید جمال فرزند خود اوست که چند سال پیش به توصیه وزیر هوشیار خود از اعدام او صرف نظر کرد و دستور داده بود در جنگل رهایش کنند. او را در آغوش فشرد و چشم و روی او را بوسید. پادشاه دستور داد تاجر و همسر پادشاه را گردن بزنند. اما جمال به پادشاه گفت از گناه همسرت چشم بپوش، او اشتباه خود را جبران خواهد کرد. پادشاه نیز رضایت داد. 7 شبانه روز جشن و شادی برپا شد و
جمال و ملکه خاتون عمری را به خوشی گذراندند. دوستان، اگر از این داستان لذت بردین، بهتون پیشنهاد میکنیم داستان زیبای درویش قلابی رو هم گوش کنید. ضمناً نظرات خودتون رو هم برای ما کامنت کنید و برای حمایت از ما لایک فراموشتون نشه. شاد و سربلند باشید.